سلام، شب روزتون بخیر. در این ویدیو میخواییم در مورد شپش سر باهاتون صحبت کنیم، پس همراه ما باشید. شپش سر حشرات کوچک دندانداری هستند که در موی انسان زندگی و زاد و ولد میکنند و با مکیدن خون از پوست سر تغذیه میکنند. شپش سر در دانش آموزان مدارس و مؤسسات در همه جا شایع است. آنها افراد از همه موقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و گروه‌های سنی متمایز می‌کنند. شپش‌ها بسیار کوچک هستند و تنها حدود 2 تا 3 میلی‌متر اندازه‌گیری شده‌اند. شپش‌های بالغ بیضی شکل و خاکستری مایل به قهوه‌ای هستند. از فاصله دور آنها شبیه نقطه‌های کوچک به نظر می‌رسند. به همین دلیل است که هجوم شپش‌ها بسیار آسان است. شپش‌های بالغ حدود 30 روز زندگی می‌کنند و به سرعت در صورتی که از روی سر فرود آیند می‌میرند. آنها تخمک‌گذاران پرکاری هستند و ماده‌ها 6 تخم در روز می‌گذارند. تخم‌ها تمایل دارند در ریشه مو درست کنار پوست سر قرار بگیرند. آنها کوچک هستند و سفید به نظر می‌رسند. حالا علائم شپش سر رو براتون می‌گیم. نشانه‌ها و علائم آنها عبارتند از خارش شدید، درد ناشی از خارش، احساس بیقراری ناشی از حرکت مو، شپش روی پوست سر، بدن، لباس و یا موهای بدن. تخم شپش روی مو یکی دیگر از نشانه هاست که گاهی با شوره سر اشتباه گرفته می شود، اما برخلاف شوره سر آنها نمی توانند به راحتی از مو کنار زده شود. برجستگی قرمز کوچک روی پوست سر، گردن و شانه ها. یک نکته ای که در مورد شپش ها می توانیم بگیم این که شپش ها نه پرواز می کنند نه می پرند. شپش در مدارس و مهد کودک ها به علت نزدیکی کودکان به هم و استفاده از شانه و گل سرهای یکدیگر شایع هستند. شپش در صورت استفاده از شانه و وسایلی که با مو در ارتباطند و همچنین هنگام تماس موهای سرتان با موهای سر فرد مبتلا می تواند از روی موی او به موی شما بخزد، اما شپش‌ها نمی توانند پرواز کنند نه بپرند. بزرگسالانی که در خانه کودکان مدرسه‌ای دارند باید مواظب باشند و موهای کودک خود را بررسی کنند تا به شپش مبتلا نشود و یا در صورت ابتلا سریع تحت درمان قرار بگیرد. این بزرگسالان خودشان نیز در خطر بیشتری برای ابتلا به شپش قرار دارند. شپش ها می توانند مدت زمان کوتاهی را روی لباس یا وسایل شخصی نیز زنده بمانند. افرادی که به شپش مبتلا می شوند احساس قلقلک یا راه رفتن چیزی را بر روی پوست سر حس می کنند. گزش شپش ها باعث ایجاد حساسیت روی پوست خواهد شد و به دنبال این حساسیت روی پوست سر خارش ایجاد می گردد. اما ممکن است بلافاصله پس از ابتلا به شپش، به خصوص مواقعی که هجوم شپش ها خفیف باشد، دچار خارش نشوید و حتی تا 6 هفته بعد از ابتلا هم هیچ نشانه ای نداشته باشید. شپش ها موجب ایجاد بیماری نمی شوند و همچنین بیماری را منتقل نمی کنند، اما باعث خارش پوست سر می شوند. خارش پوست سر نه تنها به دلیل وجود شپش رخ نمی دهد، بلکه بیماری های دیگری مانند شوره، اکزما و حساسیت به شامپو و سایر محصولات نیز می تواند موجب خارش سر شوند. پس باید با راه تشخیص شپش آشنا باشید. شپش ها در بسیار از افراد مشکل ایجاد نمی کنند و مدت زمان زیادی طول می کشد تا سرشان شروع به خارش کند. دلیل ابتلا به شپش کثیف بودن و حمام نکردن نیست، زیرا شپش ها می توانند تا 6 ساعت زیر آب دوام بیاورند. شما می توانید معمولا با استفاده از شامپو که به صورت خاص برای کشتن شپش تعیین شده اند از شر شپش ها خلاص شوید. اما در مواردی که شامپو شپش ها را از بین نبرد، پزشک می تواند شامپو قوی تری را تجویز کند. اگر شما بار دارید از شامپوهای ضد شپش استفاده نکنید مگر با تجویز پزشک. در ادامه ویدیو میخواییم چند تا از راه های درمان شپش موی سر رو با استفاده از طب سنتی و خانگی بهتون بگیم. درمان شپش موی سر با سرکه. سرکه را گرم کرده و آن را روی سر خود بمالید. حوله یا کلاهی را روی سر خود قرار بدید و 30 دقیقه صبر کنید و بعد بشویید و یا اینکه مخروط روغن معدنی و سرکه را روی موهای خود بمالید تا شپش ها از روی موهایتان جدا شوند. این کار را ادامه دهید تا به کلی شپش ها از روی موهایتان جدا شوند. درمان شپش موی سر با سس مایونز.
گفته می شود اگر مایونز روی مو مالیده شود و یک شب تا صبح روی آن با کلاه کیسه‌ای مخصوص سر پوشیده شود، شپش ها را خفه می کند. برای این منظور روش صحیح درمان شپش با سس مایونز را خواهیم گفت. ابتدا موهایتان را کاملا به سس مایونز آغشته کنید. آنها را محکم با پلاستیک یا کلاه حمام بپوشانید. همچنین می توانید روی پلاستیک را با حوله بپوشانید. حالا اجازه بدهید حداقل 5 تا 6 ساعت روی موهایتان بماند. بعد از مدت تعیین شده موها را به خوبی با شامپو بشویید و سرتان را کاملا با سشوار خشک کنید. برای نتیجه هرچه بهتر این کار را هفته یک بار به مدت حدود 2 ماه تکرار کنید. درمان شپش موی سر با پیاز. پیاز نیز یکی از موادی است که از سالهای دور تا کنون برای درمان شپش موی سر استفاده می شود که روش آن را در ادامه این بخش از ویدیو خواهیم گفت. 4 یا 5 عدد پیاز را در مخلوط‌کن بریزید تا به شکل خمیر درآید. خمیر را در صافی بریزید و با پشت قاشق فشار بدهید تا آب آن از آن خارج شود. حالا پوست سرتان را با آب پیاز ماساژ بدهید و آن را با کلاه حمام بپوشانید و اجازه بدهید حداقل 2 ساعت روی سرتان بماند. پس از مدت زمان مناسب موها را با شامپو و آب ولرم بشویید. سپس تمام موها را خشک کنید و برای جدا کردن شپش ها از یک شانه ضد شپش استفاده کنید. فراموش نکنید که این درمان را 3 روز متوالی تکرار کنید و سپس برای ریشه‌کن کردن کامل شپش سر آن را هفته یک بار به مدت 2 ماه تکرار کنید. درمان شپش موی سر با روش قطعی و سریع اسپند. یکی از بهترین و مشهورترین و البته بی خطرترین روش ها برای درمان شپش اسپند است. توصیه می شود از این روش برای همه کودکانی که به مدرسه می روند استفاده شود، حتی اگر موهای آنها سالم است و شپش ندارد. برای این روش درمان باید یک قاشق اسپند خشک را آسیاب کرده و با یک لیوان آب جوش مخلوط کنید و اجازه دهید به مدت 15 دقیقه دم بکشد. این مقدار برای موهای بلند را تا 2 یا 3 برابر افزایش دهید. سپس کل موها را با این ترکیب آغشته کرده و اجازه دهید تا 45 دقیقه روی موها باقی بماند. برای اثر بخشی بیشتر می توانید موها را با یک کیسه پلاستیکی بپوشانید. سپس موها را با آب گرم آبکشی نمایید. درمان شپش موی سر با روش خانگی روغن نارگیل. استفاده از روغن نارگیل برای درمان شپش کمی متفاوت با روش‌های دیگر است، چرا که زمان لازم برای اثرگذاری آن بیشتر است. برای انجام این روش 3 قاشق غذاخوری روغن نارگیل را گرم و کمی کافور به آن اضافه کنید. سپس این مخلوط را روی تمام سرتان بمالید و پوست سر را با آن ماساژ بدهید. حالا سرتان را با یک کلاه حمام بپوشانید و بگذارید تمام شب روی سرتان بماند. صبح روز بعد موها را با شامپو بشویید و خشک کنید. با یک شانه ضد شپش شانه بزنید. این نسخه باید به مدت 5 روز روزانه استفاده شود. درمان شپش موی سر با حنا. برای استفاده این روش سنتی و کاملا طبیعی به یک شانه با دندانهای ریز و حنای طبیعی نیاز داریم. حنا را به روش معمول مخلوط کردن مقداری از حنا با آب گرم درست کنید و سپس تمام موی سرتان را با آن پوشش دهید. یک پوشش پلاستیکی روی موها قرار دهید و اجازه دهید تا حنا به مدت 3 ساعت روی مو و پوست سر باقی بماند. سپس موهای خود را بشویید و با استفاده از شانه به آرامی موها را شانه بزنید. با استفاده از این روش شپش مو تا حد زیادی از بین خواهد رفت. به جز روش های درمان خانگی، روش دیگری هم به اسم مصرف شامپو لیندان هست. طریقه مصرف شامپو لیندان بر روی آن درج شده، اما برخی از افراد برای تاثیرگیری بیشتر در روش مصرف و یا تعداد دفعات تغییراتی ایجاد می کنند که به ضرر سلامتی خودشان است. ابتدا به حمام بروید و با یک شامپو معمولی موهایتان را کاملا بشویید. اجازه دهید موها کاملا خشک شوند. اگر تحمل ندارید حداقل 1 ساعت صبر کنید. سپس شامپو را خوب به هم بزنید و مقدار 1/2 آن را به کف سر و موها بمالید. 4 دقیقه صبر کنید و مقداری به آن آب اضافه کنید. مشاهده می کنید که کف زیادی تولید می شود. کف شامپو لیندان را در تمام سر پخش کرده و تا 4 دقیقه اجازه بدهید باقی بماند.
سپس با چانه دندان ریزی که در محصول وجود دارد سر خود را آبکشی کنید. در روش مصرف شامپوی لیندان زمان 4 دقیقه در نظر گرفته شده است، اما اجازه افزایش زمان به 8 الی 10 دقیقه وجود دارد. استفاده بیش از حد مجاز می تواند باعث بروز حالت تهوع، تشنج، سردرد و غیره شود. درمان باید بعد از 7 روز مجددا تکرار شود. سپاسگزاریم از شما که تا پایان این ویدیو ما را همیاری کردید. امیدواریم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.